اونطوری که در جلسه گذشته عرض کردم، از دوره 100 ساله اخیر که ناتو آرام آرام از جنگ جهانی دوم به بعد شکل گرفت ولی زمینش برمیگشت به اون نگاه هارتلند و قلب حیاتی جهان، کاری که سینمای آمریکا با هالیوود تونست در حوزه تحقق کار ناتو انجام بده به سه بخش اصلی تقسیم میشه. پس هرگاه امروز اگر آقای سر تامس مور بود میخواست کتاب اوتوپیاشو بنویسه، مدینه فاضلشو بنویسه، حتما میشد کارگردان سینما. اگر افلاطون بود میخواست جمهورشو بنویسه، حتما میشد کارگردان سینما. اگر فارابی امروز تو ایران زنده بود میخواست کتاب مدینه فاضلشو بنویسه، حتما میشد سینماگر. و اگر فرانسیس بیکن هم بود که میخواست آتلانتیس نو رو بنویسه، به جای اینکه کتاب بنویسه، حتما میشد سینماگر، فیلم سینمایی میساخت. پس نقش ارائه مدل آرمانی از یک جامعه یعنی اوتوپیا و مدینه فاضله امروز به عهده سینماگر هست. این حرکت در سینما توسط هالیوود در نظام سیاسی اجتماعی این کشور در 3-4 عصر قابل ارزیابیه. عصر جنگ سرد در 1945 تا 1990 جنگی بود که ناتو فرهنگی در جنگ جهانی سوم نقش ایفا میکرد. این نکته رو بگم چون برای دوستان همیشه این شبهه پیش میاد که جنگ جهانی سوم کجا بوده، که حالا اینا میگن جنگ جهانی چهارم. اینا میگن جنگ جهانی اول از 1917 شروع شده تا 1922، جنگ جهانی دوم از 1939-40 شروع شده تا 1945، بلافاصله جنگ جهانی سوم یا جنگ سرد از 1945 شروع شده تا 1990 که 80 جنگ کوچیک داخلش رخ داده. یکیش جنگ ایران و عراق بود، یکیش 3-4 جنگ عرب و اسرائیل بود، جنگ ویتنام و آمریکا، جنگ کره. اون دوره رو بهش میگن جنگ جهانی سوم، با یه فاصله 10-12 ساله، یه دوره فترتی هست و جنگ جهانی چهارم از 11 سپتامبر به بعد آغاز میشه. دوره ناتو و نقشی که ناتو فرهنگی و نقشی که در جنگ جهانی سوم ایفا کرد، محور اصلی و مسئله اساسیش تقابل با کمونیسم و خطر سرخ‌ها بود. رنگ شناخته شده کمونیست ها سرخ‌ها بود، اونجا رو خطر ارائه می کردن و لازم بود که آمریکا رو برونا بیسته. انگلیس دیگه به عنوان یک امپریالیست تضعیف شده بود به عنوان ابرقدرت. آمریکا میخواست خودش رو به عنوان ابرقدرت نشون بده، لذا یک کارتونی درست کردن به نام سوپرمن. سوپرمن یعنی ابرمرد، در مقابل به موازات این که القا کنن به مردم خودشون و مردم جهان که ما دیگه از اینجا به بعد سوپر پاوریم. این که ما میگیم ابرقدرت، یه جامعه برای این که به مردم خودش القا کنه که ابرقدرته و به جامعه جهانی القا کنه که ابرقدرته، یه کارکترهایی میسازه در جامعه خودش که شما در نقش سوپرمن دیدید. سوپرمن لباسی که تنش هست رنگ پرچم آمریکاست، یعنی اون بخشای قرمز و بخشای آبی در لباس این دیده میشه. قبل انقلاب اینها تو ایران پخش میشد: سوپرمن، سوپربوی، آکرومن، آکروبات، بتمن، رابین، مرد خفاشی، مجموعی از اینها پخش میشد. سه دور فیلم های سینماییشون ساخته شده، دو بار سریال های رسمی این ساخته شده و چندین مرحله هم انیمیشن های سوپرمن ساخته شده. چند سال یه بارم تجدیدش میکنن. لذا سوپرمن حرکت اولی بود که هالیوود انجام داد و تلویزیون آمریکا برای اینکه نشون بدن دیگه ابرقدرت هم، سوپر پاور ابرقدرت، سوپرمن ابر انسان. بتمن نقش بینابینی داشت بین سوپرمن با کارکردی که مرد عنکبوتی سپایدرمن ایفا می کرد. سپایدرمن بیشتر رنگ لباسش قرمزه. نمادی که سپایدرمن دنبال میکنه مسائل داخلی آمریکاست، یعنی الغا میکرد که ما به عنوان ابرقدرت بخشی از توجهمون به مشکلات داخلیه. شما حتی این سری سگانه سپایدرمنی که در 5-6 سال گذشته ساخته شد و بعضیش هم تلویزیون خود ما پخش کرده، در اونها میبینید که این آدم دست و پا شلفتی که هم سوپرمن نقش اصلیش آدم دست و پا شلفتیه، یک گزارشگر تلویزیونه، یعنی کسی که مجری توی تلویزیون خبر میخونه، آدم دست و پا شلفتیه، بعد مشکلی که پیش میاد میره اون پشت لباس رو عوض میکنه، بعد میشه یک ابر انسان. الغاء عاطفی این نکته که هم سپایدرمن هم سوپرمن آدم هایی هستن دست و پا جلوفتی، اما به موقعش که میرسه اون نقش مافوق رو ایجاد میکنن، یعنی از قدرت خودشون در زندگی عادیشون استفاده نمیکنن. تو زندگی عادی آدم های دست و پا جلوفتی هستن. ما به عنوان یک سوپر پاور و ابر قدرت در مسائل داخلیمون خیلی از این نقش استفاده نمیکنیم.
نقش اسپایدرمن و مرد عنکبوتی برای مشکلات داخلی، نقش سوپرمن نماد جهانی، حد وسط اینا یک مرد تعریف کرده بودن به نام مرد خفاشی، بتمن. این ادبیات هنوز هست، یعنی 50 سال کارتون اینا ساخته میشه، هر ستاشون و حاشیه هاشون، فیلم های سینمایشون ساخته میشه و سریال هاشون. حتی اخیراً دوباره سال گذشته فیلم سینمایی بتمن رو با یه شکل جدیدی ساختن، همین که چند شب پیشم تلویزیون خودمون پخش کرده، موتورسیکلتی داشت با لاستیک های خیلی پهن. یعنی نمیذارن این نقش فراموش بشه. نظامی ها به این میگن حس دور تک، تک یعنی حمله، حس دور تک یعنی به طور عملیاتی داره انجام میشه، شما نیستید وقتی دشمن داره فرار میکنه، این تک رو هی ادامه بدید مدام. هالیوود یکی از روش‌هاش حس دور تکه در حرکت فرهنگیش، نمادسازی میکنه، این نماد رو چند سال یه بار به روی اینها میارن، جدیدش میکنن، تازه‌اش میکنن. در مقابل خطر کمونیسم و سرخ‌ها، الغاء سوپر پاور بودن و ابرقدرت بودن رو برای کودکان و نسل بعدشون سوپرمن. تفاوت بین شرق و غرب، یعنی بین یک گروهی یا بلوکی به نام بلوک شوروی و بلوکی به نام بلوک آمریکا رو ناتو فرهنگی در جنگ جهانی سوم توسط نمادهای مثل جیمز باند صورت می‌داد. 22 تا فیلم سینمایی از 1963-64 ساخته شده. جیمز باند مأمور دوسفتر توسط یان فلمینگ نوشته می شد، یک سرگرد نیروی دریایی انگلیس. اولین بار این کتاب نوشته شد. شون کنری این رو در جزایری از آمریکای مرکزی بازی کرد. فیلم جذابیت داشت، همون ریتم، همون موسیقی متن تا به امروز حفظ شده. یعنی در یک دوره 40 ساله 20 خورده فیلم جیمز باند ساخته شد. آخرین سریش در فروپاشی شوروی فیلم گلدن آی بود، چشم طلایی، که پیر از برازمان بازی کرد. توی اون فیلم، یعنی فیلم توی شوروی مثلا بازی میشه، البته توی لوکیشنش توی پراگ توی کشور چک اجرا شده، اما یک تانک T-72 روسی میفته دست جیمز باند و توی مسکو مثلا به ساعت اینا رو میریزه به هم. تیتراژ فیلم با پتکایی که دست اون خانم هات که دارن توی تیتراژ فیلم، این داس و چکش شوروی رو میزنن ویران میکنن صورت گرفت. یعنی فروپاشی دیوار برلین و مسئله شرق و غرب یکی شدنش و نابودی شوروی توسط هالیوود در فیلم گلدن آی از سری مجموعه جیمز باند دیده میشه. در تمام دوره‌ای که جیمز باند ساخته میشد، این تقابل، یعنی شوروی‌ها و گروه‌های از شوروی یا کسایی که نزدیک به اونا بودن می‌خواستن دنیا رو نابود کنن، توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، یه آدم پتشلواری که مأمور اطلاعاتی بود از MI6 سرویس عملیات خارجی در واقع انگلیس این کار رو انجام میداد. دوره جنگ سرد دوره تسلط سازمان‌های جاسوسیه، یعنی نقشی که سرویس‌های اطلاعاتی در نظام بین‌المللی ایفا می‌کنن، این نقش شما اگه می‌خواید با ابعاد اصلی این نقش آشنا بشید، کتاب جنگ جهانی چهارم کانت دومارانش رو ببینید. الکساندر دومارانش رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه هست، برای 3 تا رئیس جمهور رئیس دستگاه اطلاعاتی بوده. این کتاب توسط روزنامه اطلاعات در 15 سال پیش ترجمه شده و چاپ شده، بسیار کتاب مهمیه در اینکه نقش سرویس‌های اطلاعاتی در دوره جنگ سرد و کار حرفه‌ای که انجام میدادن رو خیلی خوب نشون میده، که تکست‌های علوم استراتژیک این کتاب. در اصل سیطره سرویس‌های اطلاعاتی، جیمز باند نقش این تقابل رو نشون میده. هر وقت یه پیمان سالت یک، پیمان سالت دو، یه اتفاقی میخواست بین آمریکا و شوروی بیفته، بلافاصله جیمز باند، مثلا آمریکایی میرفتن تو فضا یه کاری انجام میدادن، سریع فیلم جیمز باند ساخته میشد. مثلا فیلم مونریکر، ماشکر، اینه که در فضا تقابل به وجود میاد بین اینا و تروریست ها میخوان برن توی فضا یک شهر فضایی درست کنن، کره زمین رو با بمب اتم نابود کنن. یا در فیلم های دیگه، 5-6 نفر این فیلم رو بازی کردن. اولی شون کنری بود، دومی انگلیسی بود به نام راجر مور، سومی انگلیسی بود به نام جورج لازاندی که فیلم سرویس مخفی ملکه رو بازی کرد، چهارمی یک بستراباز انگلیسی بود که هنرمند تئاتر بود به نام تیموتی دالتون که حوزه ترانزیت مواد مخدر رو نشون میداد، پنجمی پیر از برازمان بود، این آخری هم که دوتا بازی کرده که دیگه حالا خیلی این بلات تکنیکاش خونکه و دیگه چون از فضای جنگ سرد آمده بیرون، جیمز باند اون جذابیت سابق رو نداره. یک دوره